خب در اینجا خدمت شما میخوام یه توضیح مختصری در مورد شمارنده بالا رونده خدمت شما بدیم، یعنی همون کانتر آب. خب شما میتونید کانتر آب رو از این قسمت که میتونید مشاهده کنید که از این قسمت شما میتونید یک شمارنده بالا شمار یا بالا رونده رو از اینجا وارد برنامه کنید. خب وقتی که وارد برنامه میکنید شما سه تا قسمت رو با در نظر بگیرید. یکی پایه کانتر آپ هست که یا همون پایه انیبل یا فعال شونده یا شمارنده کانتر هست که ما اونو آیه 0 و 0 در نظر گرفتیم. یه پایه هم داره به نام پایه ریسیت که اونو آیه 0 و 1 در نظر گرفتیم و یه پی وی یا همون در واقع مقدار تایمر هست که اون رو هم اینجا مثلا 5 در نظر گرفتیم. خب این عدد 5 یعنی چی؟ یعنی که اگر پایه کانتر آپمون، یعنی اینجا پایه کانتر آپ 5 بار فعال بشه، فعال و غیر فعال بشه، کانتر فعال میشه. حالا این عدد اگه 10 بود باید تعداد فعال شدن پایه کانتر آپ به 10. خب این من برنامه رو نوشتم، برنامه رو دانلود کردم به سی پی یو، اونو به حالت آنلاین درآوردم و حالا میخوام خدمت شما سیمولیشن کنم و به صورت آنلاین اون رو اجرا کنم. شما میتونید نحوه عمل کرده این تایمر رو کانتر رو ببینید. ببینید من پایه آی 0 و 0 رو که فعال میکنم میبینید که مقدار کایمر کانتر یه دونه اضافه شد. اینجا میبینید که نوشته C1 مساوی با 1، یک عدد بهش اضافه شد. پس اگه من دوباره این کار رو انجام بدم میبینید که عدد تایمر شد 2 و یک بار دیگه میشه عدد 3 4، یک بار دیگه که فعال بشه عدد مقدار فعلی داخل کانتر با پی وی که ما باش در نظر گرفتیم 1 میشه. ببینید الان 1 شدن، ولی چون ما هیچ حالتی براش در نظر نگرفتیم و هیچ برنامه نویسی انجام ندادیم الان کانتر فعاله، ولی میتونیم همچنان اضافه کنیم، یعنی که میتونیم این عدد رو همچنان اضافه کنیم. یعنی الان ببینید ما مقدارمون 5، ولی میبینید که مقدار فعلی که تو تایمر قرار داره 8. پس برای هر کانتر وقتی به صورت کانتر آپ هست، وقتی به اون عدد میرسه و از اون عدد بیشتر هم که میشه، یعنی برای اون عدد و برای مقدارهای بیشتر از اون عدد فعال. خب اگر بخوایم این عدد رو که مثلا الان 8 داخلش قرار داره و میخوایم اگه ریستش کنیم، کافیه که شاسی آی 01 رو یک لحظه فعال کنیم. ببینید من آی 01 رو فعال میکنم، شما میبینید که مقدار این تایمر دوباره شد 0. من یک بار دیگه مثلا عدد تایمر روی 2 قرار میدم تا شما ببینید و دوباره آی 01 رو فعال میکنم. میبینید که مقدار موجود در کانتر 0. خب ما اومدیم توی نتورک 2، اومدیم یک قسمت به این یک قسمت به نتورک 1 اضافه کردیم، یعنی که به برنامه که توی نتورک 1 بود یه قسمت رو اضافه کردیم و اونم کنتاکت بسته این تایمر هست که اونو سر راش قرار دادیم. با این کار اومدیم کاری کردیم که مقدار این موجود در این کانتر که اینجا با سیلو نشون دادیم، وقتی که به این 5 که رسید از این 5 بیشتر نتونه بشه. من برنامه رو در واقع اجرا میکنم، شما بتونید بهتر متوجه بشید. ببینید الان شده مقدار فعلی داخل کانتر شده 1، الان میشه 2 3. دلیل اینکه داره فعال میشه چیه؟ در اینکه کانتر هنوز مقدار کانتر هنوز به این 5 نرسیده، یعنی الان 3 به 5 نرسیده، پس C2 هنوز فعال نشده، پس ناتش میشه 1. پس فعال میشه، ما با فعال کردن این آیه 0 و 0 میتونیم اینو فعال کنیم. ببینید الان من یک بار دیگه فعال میکنم، الان شد آیه 4. خب یک بار دیگه اگه فعال بشه C2 فعال میشه، C2 که فعال بشه ناتش میشه
صفر. برای همین ما دیگه نخواهیم تونست بعد از 5 به این مقدار اضافه کنیم. ببینید من یک بار دیگه اینو فعال میکنم. وقتی که فعال کردم C2 این عدده با PV که این پایین هست یکی شده و کانتر فعال شده. کانتر که فعال میشه میبینید که ناتشو گفته آن، در واقع گفته C2 آنه، ناتش میشه صفر. پس اگر شما بعد از این هر چقدر این I0 و 0 رو تحریک بکنید میبینید که به عدد این کانتر اضافه نخواهد شد. تنها راهی که میتونید دوباره این کانتر رو فعال کنید و کانتر شروع به شمارش کنه اینه که I0 و 1 رو فعال کنید. با فعال کردن I0 و 1 مقدار فعلی موجود در کانتر صفر میشه. وقتی صفر میشه خود کانتر غیر فعال میشه. کانتر که غیر فعال شد ناتش در اینجا که میبینید فعال میشه و ما دوباره مجددا میتونیم این عدد رو فعال کنیم. البته ما میتونیم از I0 و 1 در حین شمارش هم استفاده کنیم. الان مثلا هنوز کانتر فعال نشده، ما میتونیم I0 و 1 رو تحریک کنیم تا هر لحظه که بخوایم میتونیم مقدار کانتر رو با I0 و 1 ریست کنیم. خب یه حالت دیگر هم من اینجا برای کانتر در نظر گرفتم و اونم اینه که اومدم از کنتاکت باز این کانتر توی پایه ریست استفاده کردم. یعنی که در حالت معمول شما میبینید که این شروع به شمارش میکنه 1 2 همطور میره بالا. خب به محض اینکه عدد 5 میشه، یعنی مقدار کانتر 5 که میشه، کانتر فعال میشه. کانتر که فعال بشه چون توی پایه ریست اومدیم ازش استفاده کردیم، میاد کانتر ریست. کانتر که ریست میکنه این کانتر، این کانتاکت باز دیگه فعال نمیمونه و غیر فعال میشه. غیر فعال میشه و دوباره ما میتونیم از اینجا I0 و 0 رو فعال کنیم. پس چون به صورت خیلی سریع اتفاق میفته این عمل، یعنی که وقتی که C3 میشه 5 این فعال میشه، این که فعال شد میاد کانتر خودش رو ریسیت میکنه. چون خیلی سریع اتفاق میفته یعنی شما فعال شدن C3 رو اصلا تقریبا نمیتونید ببینید. چون خیلی سریع اتفاق میفته. میتونید ببینید من C4 رو که میزنم شما فقط صفر شدن C3 رو میبینید، یعنی که دیگه فعال شدن کنتاکت باز C3 رو نمیبینید. یه بار دیگه من عدد رو اضافه میکنم 3 4، یه بار دیگه فعال میکنم میبینید که صورت غیر فعال.